خوش آمدین بیننده های عزیز در برنامه وانه در خانه. امیدوار هستم که همگی جور صحتمند باشه، هفته خوش و آرام سپری کرده باشین. خود استاد عزیز، برنامه امروز ما یک برنامه اختصاصی است و یادداشت کنین دوستای عزیز، بعد از هر برنامه میتونین که تکراری برنامه را از طریق یوتیوب چینل ما تماشا کنین، The One Show. خب مثل که گفتم، برنامه اختصاصی است دوستای عزیز، یک داستان است که فکر میکنم همگی درباره از این داستان به سوشل میدیا دربارش خواندین، کلیپ ها را تماشا کردین، به یوتیوب مخصوصا زیاد کلیپ ها درباره از این داستان تهیه کرده بودن و فکر میکنم که یک چیز است که همه ما متوجه از این باید باشیم، متوجه از این موضوع باید باشیم. یک موضوع بسیار مهم است و یک ماه پیش یک دختر خانم به نام بنفشه جان مسکینیار کشته شده بود از طریق شوهر خود و امروز که پدرشان صحبت میکنیم میبینیم که قصه اصلا چی بود. خوش آمدین آقای منیر جان مسکینیار در برنامه وانه در خانه. خوش آمدین. میبخشین آوازتان نمیایه، آدیویتان. بله مشتری تقدر درست شد. خوش آمدین آقای مسکینیار. خوش باشین. سلام خدمت شما، خدمت بینندگان و شنوندگان محترم شما. مسکینیار هستم، بفرمایید. خوش آمدین، تشکر بسیار زیاد. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ فامیل همگی خوب است؟ سلامت باشین، زنده باشین. تشکر، شما هم انشاءالله صحت دارین، همگی خوب است. زنده باشین، تشکر. شما همگی خوب هستن. همگی شکر خوب است، زنده باشین. بازم خوش آمدین در برنامه ما. میبخشین، ما باید وقتری کار میکردم، باید وقتر شما رو دعوت میکردم به برنامه. من خودم به ترکیه بودم و بازم تشکر که دعوت ما رو قبول کردین. سلامت باشین، زنده باشین، ما در خدمت هستیم. چرا یک مسئله است که مسئله تنها شخصی به ما ارتباط نمیگیره، برای همه مردم به خصوص به جوانا، بر فامیلا ارتباط داره. بهتر است که زیاد نشر شوه و زیاد شنیده شوه. بله، بازم تسلیت برای شما و فامیل محترم میرسانم. بسیار یک موضوع مهم است و ما میخوایم که درباره از این موضوع امروز که شما صحبت کنم. اگر شما بتونین کمک درباره بنفشه جان صحبت کنین، درباره کرکترشان و چه قسم یک خانواده کلان شده بودن. بله، بنفشه جان دختر ما تقریبا 34 ساله بود که جام شهادت نوشید. دختری بود بسیار پرمهر و پرمحبت، دختری صمیمی، دختری بود که دربارش هر چقدر که صفت کنیم کم است. دوستا همگی میدانن، همسایه‌هایش، فامیلش، اقارب ما، کلگی کسایی که دربارش شناخت دارن همگی میدانن که چگونه یک دختر بود. دختری بسیار آرام، دختری که همیشه در فکر کمک و خیر رساندن برای امنه و خود، نه تنها امنه و خود، حتی به طبیعت، حتی برای و تمام مخلوقات خداوند. بنفشه جان به کجا کلان شده بودن و چه وقت بود که به اروپا زندگی میکردن؟ بله، بنفشه جان در ولایت تخار، شهر طالقان که وظیفه ما بود، تولد شده بود در افغانستان. ای ساله بود که ما رخت سفر بستیم به طرف مسکو آمدیم، مهاجر شدیم مسکو. بعد از 5 سال آلمان آمدیم، یعنی در حدود 25 یا 26 سال میشد که بنفشه ما با ما یک جای خارج افغانستان بودیم، مهاجر بودیم. دیگه خواهر برادر دارن، دیگه اولاد دارن شما؟ بله، الحمدلله ما 3 دختر دارم که دختر کلان مرسل جان مسکینیار است. بله. شوهر داره و 3 طفل داره. دختر دومیم خداون غریق رحمتش کنه بنفشه جان مسکینیار بود که 2 طفل خرد داره و هم یکیش 3.5 ساله و دیگه 7.5 ساله. 7.5 سالش گندازه لازه 30 چندان درست نیست.
دختر بچه احمد نوی جان است 25 ساله عمرش است. دختره که خوردیم که فعلا در پولیم ششته نادیه جان مسکینیار است که برای پانتون خراخانده در رشته انجینری فعلا ماستری دفاع میکنه. نام خدا. آقای مسکینیار، بنفشه جان چطور معرفی شد کت شوهر خود؟ بله، بنفشه جان قسمی که بر همه گی معلوم است، داستان بارها تکرار شد، بار دیگر لازم است که تکرارش کنیم. بنفشه جان وقتی که ما در مونشن آمدیم سال 19 در آلمان آمدیم، سال 2000 ما مونشن آمدیم، بنفشه جان شمول تمام اولادهای ما برای با یک جه بودیم. خب از گذشتهاش تیر و می اتفاع میکنیم که بنفشه جان شوهر داشت، طفل داشت از شوهر خود، شوهر خود دوست هم داشت، به حد اندازه دوست داشت، ولی متاسفانه قسمت یا تقدیر یا هر چیزی که بود با هم جور نبودن، جدا شدن از هم، در شهر بومشهر بودن. بله. هم جدا شدن. بنفشه جان برش ساهی مونشن یا ساهی شهری که ما در زندگی میکنیم بسیار زیق شده بود و گفتی خودش که بگو ما دیگه نمیتونم در مونشن زندگی کنم، چرا اگر بیرو برایم شوهر ببینم متاثر میشم. بله. به این خاطر ما پسر ما تازه عروسی کده بود در شهر اخن که 650 کیلومتر از شهر ما از مونشان دورتر است و در اخن زندگی میکرد. اخن شهر است که بر دوستان معلوم است سرحد با بلژیک و آلند و نیدرلند. بله. اونجا سفر کردن و رفتن با پیش برادرم میباشم. اونجا که رفتن عبادت طفلک کلانش که اسمی که قبلا گفتم مریض بود، تکلیف داره و به تداوی دوامدار ضرورت داشت، ضرورت داره، باید هر هفته رو پیش دکتر می برد، شفاخانه و کلینیک می بردش. به این خاطر یک ذره زندگی سرش بسیار زیاد زیق شد در اخیر، یعنی تنها ماند و زندگی بسیار زیق شد و برادرش هم در کار بود و خانومش هم همچنان مشکلاتش بسیار زیاد شد، دیگه نمیتونست به تنهایی زندگی کنه و تبدیلی به شما معلوم است که دوباره در مونشن آمدن کار ساده نبود، کار بسیار مشکل بود. نمیتونست و نمیخواستم که دوباره بیه و اون دلیلی که پیشتر عرض کردم خدمتتان. به این خاطر اونجا مون تا یک مدت زمانی و البته قد زمان طولانی رو در بر نگرفت که این نفر که از جمله دوستای خانم بچه میشد، یعنی برادر خوانده بودن یا یک گروه بودن، اینا همشان از طریق از او با دختر ما معرفی شد و این آدم بسیار دلسوزی از خود نشان داد. گویا که یک انسان صادق وقتی گفت ما داستان زندگی تو خبر شدیم، بسیار متاثر شدیم، بسیار پریشان هستم، میفهم تو با یک زندگی نرمال زارت داری و میخواییم که در شامل زندگی تو شوم، یک پدر خوب بر اولادت، یک شوهر خوب بر تو شوم. اگرچه بنفشه ما در ابتدا قبول نمیکرد، ولی مجبوریت های زندگی و ایه که با چی پلان و با چی هدف آمد، با چی شکل آمد، دختره مرا فریب داد به نام خدا، به نام قرآن، به نام مسلمان صادق، پشت دختره مرا اعلان نکرد، با وجودی که با ما هم به تماس شدم. این آدم تمام صحبتاش شنیدم، تقریبا 40 دقیقه با تلفنی صحبت کردیم، در خط صحبتم برش ازش خواهش کردم که نامش عبدالمحمد است، گفتم عبدالمحمد از زندگی دخترم دور شو که دخترم تازه شوهر خود جدا شده، ضرورت داره که طفلای خود برسه، طفلای خود قرار کرد تو. ما از لابلای صحبت از این وقت با فهمیدم که نمیتونه که این شوهر خوب بر دخترم بشه و دوباره یک عروسی ناکام یا یک زندگی مشترکی که تا پایان نمیرسه از ابتدا ما ایره درک کرده بودم و به خاطر دختر ما فریب داد، بازی خورد، چون دختر بسیار خوش باور، بسیار قلب پاک داشت و شما معلوم است، شما هم از اون جوان هستین، کسایی که در اروپا و امریکا و کانادا بزرگ شدن، اونا بسیار قلب پاک دادن، بسیار همیشه ترحم دارن بالای بر انسان ها. این آدم در اون زمان از طرف دولت آلمان اسنادش گرفته شده بود، قرار بود که دیپورت شد به طرف افغانستان روان شد. به این خاطر دختر به بسیار پافشاری کرد که گفتی آدم افغانستان اگر برای کشته بشه جنگ است، باید ایره به هر شکل شد خدا نجات بده و من نجاتش بدم. خب برخلاف انتظار ما یا برخلاف رضایت ما، مقصد به هر شکل شد، اینا گفتن که ما نکاح میکنیم. حتی از شهر ما، از مونشهر ما، خانم ما برای دختر کلان ما، برای داماد کلان ما روان کردن، یک نکاح کردن، یک نکاح اتفاق کردن. قابل یادآوری است که بچه
پول داشت یا نداشت. در اون زمان 7 سال میشد که از افغانستان آمده بود، 7 سال یا زیادتر کمتر، گفت که من هیچ پول ندارم. بله. قبل از گفتم من پول دارم، ولی پس آن گفت نه، من پول من دورون از آرخ داشتم، میرم خیرات دادیم به نام خدا دادم و دورون چیکار. در ابتدا گفت من اسناد دارم، 2 سال اسناد آلمان دارم، در پاسپورت افغانی و دادیم پاسپورت ما به خاطر که من ویزی دائمی، ویزی اقامه دائمی بگیرم. ولی بعد از اینکه نکاح صورت گرفت دیگه دیدیم که همون چیزم نداشت، اسنادش پلیس گرفته بود. هفته یک مرتبه میخواستش یا 10 روز بود یا 15 روز بود یک ورقه برش داده بود که او رو گفته بود آماده باش که ترا دیپورت میکنیم. ولی دختر ما بر صورت فریب خورد، یادا فریبش داد، نکاح کردن دیگه، نکاح کردن. ولی این بود تاریخ معرفی شدن دخترم با عبدالمومد. رویش کتب بنفشه جان پوش روی شما چه قسم بود؟ ما اگر ریتر براتون بگویم نخواد اشتباه کرده باشم که عبدالمومد از آغاز از این که با دختر مرسی کرد فکر میکنم و ایرمش یاد میکنیم که از اون زمان و یا چند ماه بعد یا 2 ماه بعد یا 3 ماه بعد یا یک سال بعد یا هر وقتی که بود از اون آوان این فکر میکنم تصمیم گرفته بود که باید دختر بره از بین ببره. در ابتدا دلایل مختلف داریم و خیلی خاطر عبدالمومد همیشه برخورد خوب میکرد، گرچه یک شکایت ها بود در اخن و مناسباتشان بعض وقتا بسیار خراب میشد. یادم از لحاظ فکری، از لحاظ تفکر، دیگه تفکر خاص خود بود. بعض وقتها بسیار زیاد فشار سر دختر می آورد، فشارهایی که نباید می آورد، نباید که انسان سر انسان بیاره و بدون دلیل بدون موجب فشارها به سرش دختر می آورد. همیشه در تخیل زندگی می کرد، همیشه در تخیل زندگی می کرد، چیزی که در فکرش می گشت فکر کرد امو چیز شده حتما وجود داره دیگه. ولی وقتی در اونجا ما احساس کردیم که حیات دخترم در خطر است، زندگیش در خطر است، با یادم زندگی نمیشه، شاید که یادم از زندگیش بره و یا ایست دختر مرا نکشه و یا نواسگاکای مرا نکشه، بسیار تلاش کردیم که دوباره منشان تبلیشان بیان با ما یک جای نزدیک ما زندگی کنن. بله البته بمی ما از فیروالتر میگم یک کسایی که میخوانه ها و مربوطشان هستم و چه با بابا صحبت کردیم، چون ما مدت زیاد اسلامی خانه زندگی میکنیم، اونا لطف کردن نزدیک ما برای بنفشه ما خانه دادن، همی فیرمایی که ما خانه ما مربوطش است خانه دادن نزدیک ما سید علیز بالون بود. و زمانی که میجه بود بنفشه شکایت های داشت یا نداشت از ما پت میکد، ولی ظاهرا برخوردش پیشوی ما بسیار یک برخورد نرم بود از عبدالمومد. این آدم احساس از این را نمیکرد که کدام خطر برسانه برای دختر، با وجود که از نظر آیدیه و مفکوره و نظر یک پاشه که با مطالعه میکردیم آدمی خیلی خشن و خیلی خطرناک بود. همیشه از کشتار از کشتن رو که با این را کشتم و او را کشتم و در غرصان اتکردی بود اتکردی بیره بشه صحبت هایش هم میگود. ما یک ذره فکر میکردیم که اضافه گویی میکنن یا دروغ میگه یا لاف میزنه، ولی بله خصوصیات همین خصوصیات هم داشت، با تمام بشر آشتی ناپذیر بود، ولی با یک دیپلماسی خاص زندگی میکرد که ما سر شک بر نشیم. البته بازم به جای نخواهد بود که ما بگویم که چرا این دختر مرا گرفت. یکی از انگیزه هایش بقیده ما یا با گمان اغلب این بود که دختر ما شوهر قبلی خود که عروسی کرده بود چند مقدار پول که در خانه داشت، چون فامیل از او در ایران زندگی میکرد، یعنی پدرش و مادرش و دو برادرش، زندگی از او در ایران خراب بود، دختر ما این پولای خود داده بود که او را از ایران خواستن در آلمان، آمدن اونا منشن آمد. بعد از این پول وصول شد اونا لطف کردن پول دوباره دادن، قرض دوباره دادن و این بچه شنیده بود. خب یک اندازه دختر ما اضافه گوی بود، من پول دار است و فامیل ما پول دار است و گفای اضافه تر میزد دیگر. بله. این آدم از ما اول در فکر عزیبه که چی بینه پول دار از پیش ازی بگیره و دست به فجایه بزنه به قتل یا بر شکل ما فرار کنه که ابو تراب شد منجر با میگه خوب شد. مناسبات شوارش کت تفلای بنفشه جان چطور بود؟ مناسباتش کت شما چطور بود؟ ظاهرن وقتی که ما میرفتیم خوب بود، امرای ما ظاهرن خوب بود، احترام داشت،
همیشه احترام داشت. وقتی که به طور مثال در پایین از یک سودای میخریم یک چیز دست من بیبود یا دست خانم من بیبود نمی مادر پیش ما میگرفت. اگر در خانه داخل میشدیم جای خود اعلام میکرد، جای بالا سرگش میشی جای خود اعلام ظاهرن. ولی دخترم همیشه میگفت که پیشوش میگفت، پیشترش هم نه پیشوش میگفت، میگفت شما ای عبدالمومد نمیشناسین، این چیزی که این رقم برخورد میکنه ای اوتو نیست، دیگه انسان است. ای بیشتر برخورد بسیار خشن داره، بسیار خراب داره، دشنا بایده بر شما است، در اصل ای احترام نداره، ای صرف دیپلوماسی میکنه. خب به خاطر برآورده شدن ادب خود او حاضر بود دست به هر کار بزنه. دیگه اینی برخوردش بود با اطفالش با چیزایی رو دختر میگو بطر مثال میگفت عبدالمومد برو از بازار برو بچه ما اینی سودا رو بیاره اینی چیزا بیاره میرفت میآورد. و همیشه اینی از ما کده با حوصله تر در مقابل اولادا بود در ظاهر پیشوی ما. بیشتر دیگه چیز دیگه بود که متاسفانه دخترک ما بر ما نمیگفت به خاطر که مادرش مریض بود و هم اشوی قبلی خود جدا شده بود و هم یکی دوباره که گفته بود گفتیم برش میگفتیم بچیم تو خودت کردی، ما گفتیم که نگیم یادم گرفتی. بله به انتخاب خود گرفتی. دیگه با این خاطر دانک خود بسته کرد. بله دانک خود بسته کرد دیگه نگفت بر ما چیزی. شما فکر میکنین که کدام وقت لطش کرده و نگفته بر شما دست بلند کرده سرش؟ البته بله وقتی که در آخر بود را گفته بود برای ما چندین بار لطش کرده بود، حتی دندانهاشش کسانده بود، عینکای زانوشش کسانده بود و مو خاطر ما دیدیم که خطرناک است، گفتیم از آخر دوباره تبلیشو بیا اینجا بیا. و باز ما فکر میکردیم که اگر شوهر است چون که متعصب است، چون که یک مفکوری عجیب و غریبی خورد کنان شده افغانستان در شرایط جنگ زندگی کرده، از اونجا کرده خود توفه تنها خشن و جنگ و چیزا را آورده، ما باور ما نمی آمد که اینقدر خطرناک باشه که روز دختر ما را در پولی ما بکشه، پولاش دزی کنه و فرار کنه. به این خاطر باید دمیج وقتی که از داخل این کار کرد دخترم بر ما گفت، دخترم آمد منشن آمد خانه ما که بچه که خدا شفاخانه بود که زیر تداوی دوامدار اونجا بود، اینجا برد از اون برخورد بسیار تلفنی بسیار برخورد خراب کرد که دخترم کرده ما دخترم تصمیم گرفت که از این جدا شود. ما کل ما با جلسه فامیلی و فیصله دایر کردیم و می فیصله رسیدیم به شمول خود بنفشه جان که باید جدا شود. گفت بنفشه گفت خیمه میرم کالای میارم کوچی میارم و تو ضرورت نداری بودی من خودم میرم و یا بازم اگه تو میخوای بری که ما باید بری تو رو متنو نمیمونم که سر زیادم اعتبار ندارم. من نمیفهمم که چی گپ شد چی رقم که رزی دوباره تماس گرفتی آدم دوباره دختر مرا به اصطلاح ملام و سلام کرد فریب داد. دخترم گفت نی خیر پدر یک بار پدر مادر یک بار دیگه ما چانس میتومش. بله وانش برای اولادم غنیمت است یک بار دیگه چانس رفتن اونجا رفتن و بار دیگر که اینجا آمدن در منشن هم بعض وقت زد و خورد داشتن بعض وقت جنگ و داموایی داشتن. بار دیگر اینجا فیصله کردیم که باید جدا شود. دختر من شان رو گفتم بچه مقصد تو پیش شوهرهایت ملامت نبوده باشی پشت از این نگرد که مردم چی میگه، خدا کنه شوی سادمت باشه ما پشت تصاد است فامیلت پشت تصاد است جدا میشی برو جدا شد زیاده ما از دفاع میکنیم. خب نمیفهم که چی گپ که تقدیر قسمت نامشه بانیم یا فراموشی بانیم. ما برخود یک وظیفه گرفتم با ایساب یعنی یک مامور یک کار شدم که باید دخترم را از ایالت بکشم. ولی به تصمانه که رفتم که میبیزیم مناسبات این مرد که دخترم خوب بود همین بیخی مرا فراموشم شد وقتش بگویم که من باید این را از این جدا کنم. بیخی فراموشم شد تا زمانی که کشته شد، وقتی که کشته شد امروز که مرا بسیار رنج آمیده نمیگه که من یک وظیفه گرفتم که من باید این رضی آدم جدا کنم. ولی یک مشکل دیگه بود که بنفشه بر ما نمیگفت، یکی دو دفعه که گفته بود یکی دو سه دفعه که گفته بود و خدر ما اطلاع کرده بودیم و خزیات اطلاع نکرده بودیم چون که برخوردش عبدالمومد اونطور یک مسئله نبود که ما پای خود پیش کنیم بگیم که 100% تو باید جدا شوی. به این خاطر قدر ما این موضوع رو جدی نگرفت. ولی وقت آخری که تصمیم گرفتم و بیخی من به باد فراموشی گذاشتم شیره
و هم شاید که میرفت خانش احترام میکرد یا دیگه میکرد یا آثار من هم میدیدون که باید چی شبه که ما دلیل شبه که ما این را از جدا بسازیم. ولی یعنی پیش از این حادثه چقدر وقت شده بود که اول بنفشه جان بر شما نرسیده بود و کی این راپور بر پلیس داد؟ بله تاریخ 17 نوامبر همین سال بود. بله یعنی در حدود 35-34 روز قبل. خب ما قسمی که قبلا گفتیم بنفشه جان از ما دمسایگی ما قرار داشت، قدر دور نبود و دختر بسیار پرمهر بسیار پرمحبت بود، همیشه در تلاش کمک با دیگرها بود با وجودی که خودش هزارها پرابلم داشت، بین پرابلم ها و اشترس زندگی میکرد، یک لحظه زندگی درست نکرد دختر یک لحظه، ولی باز هم وقت که پیدا میکرد به مادر خود میرسید، بر ما میرسید، به خوراک و خوار خود و خورجوگای خود میرسید، بر مردم، بر کسایی را که حتی نمشناخت بر اونا میفهمید که نمی یک مشکل داره آجل بده، بدون در نظر داشت از یکی افغان است، مسلمان است یا نیست، هر کسی می بود بنفشه فقط میدید که یا میشنید که فلانه نفر مشکل داره خود میرسند. ما هر روز بلاناغه روز صبحانه چای یک جا میخوردیم. ما کار برقم وظیفی برقمی بود، من صبح میرخم در وظیفه باز یک ساعتای 10 بجه تفریح داشتم، می آمدیم چای یک جا میخوردیم، بنفشه زنگ میزد که پدر بیا خانه ما چای جور کردیم، مادر ما می جمعه یا ایست که او می آمد زنگ میزد برای مادر خود که چای تیار کنم، کرد بچه خود که شوهر خود می آمد چای صبح یک جا میخوردیم و هر 10 دقیقه 15 دقیقه بعد یا 20 دقیقه بعد زنگ میزد تلفن یک گپ میزدیم یا خودش می آمد، حتی وقتایی می شد میفتیم بنفشه با 5 دقیقه مورانه چون با شایقای شوخ بودن میفتیم 5 دقیقه مورانه می مانه که آرام بشینه بس که زیاده همون تاریخ عبده و گلی شد که صبحکی بچه خدا برد برای سرویس برای شول بوس بگد که پشتش از مطب سرویس بیامد او را باید تسلیم دریور میکد، ساعت 7:15 او را تسلیم کرد، خانه آمد، شوهرش همی عبدالمامد طفلک دومیشه که کودکستان بود، وظیفی از این بود هر صبح او را کودکستان میبرد، او را کودکستان برد که آمد ساعت 9 شد و 10 شد و خب از یا خبر نشد ساعت 12:15 باید از طفلک دوباره از کودکستان همی عبدالمومد می گرفت، رفته بود گرفته بود از کودکستان 12:15 چاشته می زهر رو میگم براتون، آمد خانم نامد از پایین زنگ زد برای شماره تلفن خانمم گفت که من طفل آوردیم شما بگیرنش، خب طفلک آمد از اینه بالا شد و خانم آمد و بعد دوباره عبدالمومد زنگ زد که طفل دومی که کلانیش که ساعت 1 بجه میمت از مکتب گفت او رو شما اگه میتونید بگیرین به خاطر که ما تال میخوریم میریم مغازه، ما بنفشه میریم مغازه که مغازه است به نام مغازه گیروی، بله عینی رو شاپ میگن، میریم اگه سودا میخریم اگر تال خوریم شما رو بگیرین، گرچه خانم ها گفت کوشش کنید خورت تا 1 بجه پس برسانین، او ابتدا گفت خوب ولی بعد باز زنگ زد گفت نه او رو میگیره، یک بجه ما خودم رفتم طفل تسلیم شدم از پیش دریور آوردم خانه ولی 2 بجه شد 3 بجه شد 4 بجه شد از بنفشه تلفن رو میکنیم قید، برای شوهرشم تلفن میکنیم تلفنش قید، هیچ اطلاعی نیست، خانم گفت امروز بنفشه قطعا ارتباط نگرفته با تمام روز هیچ ارتباط نگرفته با ما، ما واقعا مرخطا شدم گفتم حال میگی گپا، از جایم بلند شدم رفتم کلی خانه شد پیش ما بود کلی را گرفتم و دوش رفتم خانه شد واس کردم تمام خانه شد پالیدم اتاقایش آشپزخانه را حتی زیرای تخت نه تنها که من چیزی نیافتم از اینجا بلکه همه چیز منظم بود، هر چیز در جای خود بود، خانه پاک صفا بود، دختره که من بشه خانه خود پاک صفا نگاه میکرد با سلیقه دختر بود، هیچ چیز ندید، هیچ آثار من ندیدم که در اونجا آدم عدس گمان بزنه که در اینجا قالمقال شده یا جنگ شده کشوگیش، هیچ چیز نبود، زمین ها رو هم سعی کردم خون چیز هم نبود، هیچ چیز نبود، گفتم پس برآمدم آمدم خانم ها گفتم که نبودن در خانه، در خانه نبودن ولی برای پلیس زنگ بزنین، من خودم رفتم در کار وظیفه خود رفتم و گفت خانم گفتم زنگ بزن، از داخل موتر اومد چی که داخل برشون زنگ زدم گوشی رو بازم تلفنشون قید بود، برای خانم زنگ زدم که چی کردی پلیس خواستین، گفتی دختر کلانم گفته که صبر کنین تا 8 بجه مغازه باز است بعد از 8 شب زنگ بزنین، گفتم پشت 8 بجه نگردین ولا زنگ بزنین، اتفاق هیچ وقت نفتیده بوده یا گپی هست، امروز برای پلیس زنگ زدن با پلیس اومد ولی
متاسفانه می تاریخ 17 وقتی که طفل از کودکستان میره، دختر مصروف چای تیار کردن برای خود و شوهر خود است که از پسر روار کرده و زمین انداختش، بعد از کار گرفته در قلب زده درویش زده، میخواسته که دستای خود پیشش روی خود بگیره که درویش نخوره، صورتش خراب نشد، کلکتش بریده شده بوده، جدا شده بوده، در قلب زده، در بوزوای زده، درویش زده، بازی در کمپل پیچانده، چنان با مهارت، چنان مسلکی کار کرده که 4 روز تمام پلیس با تمام تخنیک و تجهیزات خود آمد پالی در نیافتند، بعد 4 روز پیدا کردن. این را در زیر تخت طفلش، جایی که دوشک و لیاف و جار میمونن، در بین از اونجا موندن و پیش کرده، و خود زمین که کناب زر خون و یک پام ریخته بوده که مواد کیمیایی به گفتی پلیس که به کاملا پاکش کرده که در جای لکه خون نمونن. اون بود دیگه بین مورده و پولکایی که در خانه داشت یک دو روز سه روز پیشتر موترش سرش فروخت، یک مقدار پول دیگه در خانهش بود، طلاهایش بود، چولیای طلاهایش کلش گرفته بود، فرار کرده بود. این همون روز ما خبر شدیم، این روز سه شنبه شبش بود که، ولی ما در ابتدا 4 روز را که چی بود ما فکر میکردیم که این اختطاف کرده، و در فکر از این بودیم که چه قسمی را اختطاف کرده باشه، میتیم ما دوای مسموم کننده با این داده میره به چی رقم خودم کشته. بسیار نارام بودیم، پریشان بودیم. ما دمی 4 روز باور به خدا کردیم که ما هم اگه ما هر کدام مصروف از این بودیم که این جنگلزارها را میرفتیم میپالیدیم، همه آشغالدانی ها را میپالیدیم که در اینجا توتا توتا نکده باشیش ننداخته باشیش. وضعیت ما بسیار خراب بود که 4 روز بعد پلیس آمد در خانه ما، گفت که پیدا کردیم دخترت، ساعت 5 دیگر بود. ما خوش شدم، گفتم پیدا کردیم، گفتم پیدا کردیم، ولی کشته شده. بله، تاریخ 17 نوامبر 2020 یه اتفاقات دیدم. ما به یک راپور پلیس خواندم که اولین بار که به خانه آمدن بنفشه جان پیدا نکردن، دوم بار دوباره آمدن باز پیدا کردن، نه یک لخته خون دیده بودن. نه خیلی، دوم بار نبود، سه شنبه امیر رقم بود، سه شنبه که عبده نوامبر یا اتفاق ساعت 9:30 یا 10 بجه، بین 10 و 12 بجه، پیش از 12 بجه، چرا 12 بجه رفت طفل آورد. بله، و بگورم که خانم از زنگ زد، صداش هیچ کدام تغییرات نامده، بسیار نرمال گپ میزد، کامل نرمال، نه در رفتارش نه دیگه. این اتفاق افتی، ولی دوشنبه ساعت 6:30 بود که پلیس آمد اینجا، تا 11:30-12 بجه هم از کار آمدم، پس کار ختم نکردم که دوباره در خانه آمدم. اینجا گزارش خدا گرفت، ما گفتم بریم خانه شاید بار دیگه ببینین. ما خودم از پلیس خواهش کردم، گفتم کلیرا گرفتیم رفتیم، ما رو در پایین ساد کرد، گفتی داخل نشو، خودشون در آمدن، الو الو گفتن، اموشا پولیدا نیافتن، خانش مرولا کردن. بله، این دست پای ما رو بعد به حساب بسته شد دیگه، که اگر مرولا نمیکردن ممکن خودمو میرفتیم میپول میافتیم دختر ما رو که جسدشه. خانه رو مرولا کردن، گفت شما چی ندارین، سباش زنگ زدن برای ما، سباس خوبه، خانم ما که دختر خورد ما برای کرمینال پلیس میگه، پلیس های میگن پلیس جنایی خواسته بود برای تحقیقات، اینا رو خواسته بود و ما رو خواسته بود. رفتیم اینا تقریبا 4 ساعت 5 ساعت از دخترم مصاحبه داشت، برای دخترم دو تا پلیس برآمد از اینجا، که دکتر مرا گفت خیلی بیا خودت بیا که ما برو کم کلی خانش پیشت بریم چی کنیم دیگه، همکارای با ما که تلاشی میکنیم. ما دوباره که رزی آمدم، دخترم که خانم اونجا تحقیق میدادن، ترجمان خواسته بودن تحقیق میدادن. خب دخترم میفهم آلمانی ولی خانم رو میفهمید، خب بله بازم گفتن باید ترجمان باشه. بله، پلیس ابرایشان آمدیم در پیش دروازه ساچین، گفت صبر کنین که تا که دیگه گروپ ما بیه. گروپ آمد، گروپشان آمد که نام خدا یک گروپ بسیار بسته،
بله. آمدن موترا استارت شد و لباسای مخصوص خود پوشیدن و مرا داخل نموندن و رفتن پالیدن نیافتن. بله. تا ساعت 11 یا زنیم تا ساعت 2-3 بجه پالیدن نیافتن. باز ما دوباره رفتیم در چی؟ در اونجا دوباره دیگه گروه پیش آمده بود پالیده بود. این روز سه شنبه هم پیدا نکردن، چهار شنبه شد که به فرداش بود هم پیدا نکردن. روز پنج شنبه که آمدن دیگه گروه آمده، در روز پنج شنبه قطرات خونه دیدن. روز پنج شنبه یعنی دو روز بعد، روز دومی، روز سیوم. روز سیوم قطرات کدام قطر خونه دیده بود که گرچه بربار نگفتن. ولی قطرات خونه دیده بازم پیدا نکردن یا. بازم پیدا نکردن. روز چهارم که روز جمعه میشه، باز طرف های دیگر دیگه از صبح که یاد جستجو دم داخل خانه دختر سی اتاق داشت، سی و نیم اتاق به اصطلاح. اولیا هم نداشت، هیچ چیزی نداشت، یک آپارتمان بود. بعد از چهار روز یا موفق شدن که جسد پیدا کنن. ولی خواهشم از پلیس از ساعت اولی که کرجه ملاقات کردم گفتم شما که آدم خطرناک است، اتفاق هیچ وقت نفیده، شما خواهش میکنم ازتون که شما عکس های زیر دید کنین که فرار نکنه نبرای یا نه فرار نکنه. خب ما وقت این فکر بودیم که ممکن دختر ما رو امرای خود گرفته باشه که نکشه دختر ما از آلمان نکه، ممکن مسموم میشراخته باشه، ممکن به زور برده باشه، ممکن تفنگه در بغلش مانده باشه، ممکن صدها عد زده باشد که ممکن که کدام گروه توریستی ارتباط داشت، چی داشت، چند نفر بودن یا چی رقم بردن. خواهش کردم برای ما تقریبا تنها خو میگفتن. بس سبایش باز که رفتیم برای تحقیق باز خوش میدیم ازشان. ولی تا روز چهارم که پیدا نشد یا هیچ اقدام نکنه بودم. روز چهارم که دخترم پیدا شد بعد میره وقتی پاکستان شکنیم که وقت او رفته افغانستان رسیده. گفتیم تشکر از شما. فکر میکنید 100% افغانستان رفته؟ کاملا دقیق است. بله. افغانستان است. طفلای بنفشه جان پیش کی است؟ پیش شما استن؟ طفلای بنفشه بله اردیش پیش ما است، ولی اینجا قانون داره که برای 3-4 هفته را پیش ما است. میان از دولت میان یک گنتم میگن کنترول میکنن بله. که ببینه که چی رقم است. بعد از این محکمه دایر میشه و محکمه تصمیم میگیره که چی کنه. ما خود تلاش ما به ایست که طفلا باید پیش ما باشه. این طفلک ها وقتی که مادرشان هم زنده بود، وقتی که در خانه بودن یا میجا بودن کده ما مخته بودن، خوش نبودن قدر کده مادر خدا کده در خانه خود همیشه پیش بادکلان و پدکلان و خالی خود دخترک خودم کسده اینجا بسیار خوش بودن. بله. پیش باسته بله. بعد از اینکه بنفشه جان شهید شد شما برای طفلایش چی گفتین؟ بعد از اینکه شهید شد خب روزی که به حساب ما بردیم باید میدیدن دیگه، مادر خودم میدیدن، در تابوت دیدن طفلکا، مادر خود در کفن دیدن. گفتیم چی طفلت خوردش خود فقط با یک جمله اتفاق کردیم که جنت رفته مادرت. حالا دو بچه اگر خوردش هنوز میگه که جنت رفته، ولی دو بچه کلانش اگر اندازه میفهمه که مریض است، این میفهمه بعض موضوعات بردیمش یک دفعه سر عدیرش. گفتیم ما مادر ما میخوایم که باید از پیشتوم ایستاد باشه، چشماش باز باشه، که چشماش پتست ما بره نمیخوایم، مادرم با چشماش باز باشه. ما چه میکنم؟ برادره که خورده خودم رو شانده بود میگفت برادر ما اینا بر ما دروغ میگن، مادرم مرده، مادرم اینا بر ما دروغ میگن، جنت رفته، مادر جنت رفته، پیش خدا جان رفته، چی بگویم؟ سرشان زیاد تاثیر کده؟ خیلی نارام هستن، بچه که نارام هست، یه حد اندازه نارام هستن، چون این مریض هم هست، چه هم هست، طاقت پرساست، نگاه کردنشون خیلی طاقت پرساست، ولی ما مجبور هستیم که به هر شکلی که میشه با تمام انرژی که داریم باید موازی ها مواظبت کنیم. بله. تاثیر کده سرشان زیاد؟ تاثیر روی؟ گفتم بچه‌ها که کلانش کمکی تکلیف داره. بله چرا این روزای اول با انقدر وضعیتش خراب بود، انقدر صدا میکشیدن، انقدر که دلش هیچ گپ نمیداد، موسیل خانه میدوید، دو کجه خانه میدوید، دو کجه خانه، شک چی صدای عجیب و غریب میکشد، اون بس میکرد، اون طرف میرفته، هرچی که میکردیم در بغل میگرفتیمش بیرون نرفتیم، دلش گرفته میامد. ما که کلان هستیم خود چی میگن، انسان از سنگ کده سخت است، از بخته کده نرم تک زرون رسن است،
بسر ما که قدر تاثیر کرده بود، ما که قدر تاثیر رفته یک طفل خورد بود دیگه. بله البته شو مثل چرا نبیسار یاد میکنن. بله. شما وقتی که این قصه رو میکنین چی احساس میکنین؟ ما چی احساس کنیم؟ ما گفتیم اون روز اول که گفتیم، بارها گفتیم با در طریق رسانه ها. بله. اینا گفتیم کاش که امی اگه میشد جای شهید تبدیل می بود. یعنی اگر خداوند جان می گرفت ما حاضر بودم که جان خدا بر خداوند تسلیم کنم، زیرا اولادای عزیز بر مادر نیاز داشت، خوارش بر بنفشه بر محبت نیاز داشت، مادرش بر بنفشه بر محبت که همیشه پیش بود، همیشه خبرش می گرفت، بر از زیاد نیاز داشت. دختر بود که در کرونا و همیشه متوجه ما بود که ما پدر و مادرش که در سن سال ما پیش از کرونا نگیره، از آخر بر ما ویتامین دی و سیروم ویتامین دی آورده بود که اینجا تطبیق کنیم که ما را کرونا نگیره، از ما همیشه مواظبت میکرد. دیگه چی رقم بر شما احساس خدا بر شما بگویم که ما چی رقم ایده ای کنار آمدن با این مسئله خیلی مشکل است. یک امید ولی این که رضایت خدا شدیم بوده، ما دامان خداوند رو میشه چنگ انداختیم، یک میگیم خدا لازم دید، خداوند داد، خداوند گرفت، دیدیم یک خدا تسلیت میدیم، چی بگویم؟ نصیحت شما برای پدرها و مادرها چی است؟ بله نصیحت دارم، نصیحت میکنم، ولی قابل تذکر است که چون پروگرام شما پروگرام جهانی است، کلی میبینه، پیش از اینکه ما نصیحت خدا بگویم، برای سر عبدالمومد یک بار دیگه خطاب میکنم، میگم و یو میشنوه، او خیلی دسترسی داره برای امی فیسبوک و برنامه یوتیوب و برنامه بله خیلی دسترسی، چون انگلیسی پرفکت میفهمید. میگم که دخترم برای تو چی بدی کرده بود؟ چرا تو را کشتی؟ چرا کشتی؟ پولش کارت بود؟ تقریبا در حدود کمتر یا زیادتر 22-23 هزار ایروش گرفتی، اطلاع ایناش بود رفتی، هم پول میگرفتی میرفتی، دختر بود که اصلا پروای پیسه را نداشت، نه ما داشتیم و نه او داشت، اما پول میگرفتی میرفتی، دخترک من را نمیکشی، دختر ما را میموندی پیش ما بود. حالا برش میگم که هیچ جای فرار ندارم، هر چقی که میدوه بدوه، هر چقی میدوه بدوه، بالاخره در چنگ میفته، در چنگ قانون میفته، در چنگ قانون خداوند میفته، خون بنفشه نمیمونیش، خون بنفشه دنبالش میکنه، بنا قریخته، چرا که بنفشه در همیش محبت میکرد، کردی صمیمیت میکرد، دو هفته پیشتر گفته بود، ای آدم گفته بود که بیازم اخو میرم، پلان اخرا قبلا گرفته بود، ولی ما غافل از اینکه دخترم هم میکشه میره، دخترم جگرخونی میکرد، همیشه پریشانی میکرد، جگرخونی میکرد، پدر مادر میگم میرم، بسیار کوشش میکرد که او را راضی نگاه کنه، که صرف نظر کنه از تصمیم خود، بعد با تا میگفتی بودم تیه گفت زده نمیره، و در قفل از این در حالی که دخترم برازی محبت بلی، که در حالی که برازی این را از ریپورت نجات داد، صاحب پیسه و زندگی و همه چیز ساخت، دخترم هم بود، در وانش بود، هم در شمانش بود، هم اخوانم جای خود بود، هم بولا بولا سر بردش، بولا سر شانش، در بین قوم، در بین فامیل، در بین کار برزی برستش داد، و این آدم همیشه در فکر از این بود که چه قسم میره بکشه و پیسه های زیر به غارت ببره و بره، من پیسه را میگرفتیم میرفتیم دخترم نمی کشتیم. ولی نصیحت ما برای پدران و مادران و در دارم برای پدران و مادران برای جوانان همی است، و قبلا عرض کردم که دختره که ما با انتخاب خود گرفته بود، درست است حق انتخاب از اول جوان هاست، چیزایی را که جوان ها میفهمند پدر مادرشان هم میفهمند، و چیزایی را که پدر مادر میفهمند جوان هم میفهمند، بیاین هر دو وقتی که میخواین که زندگی آینده تان یا زندگی مشترک برای آینده تان انتخاب کنی، هم سر آینده تان شما انتخاب کنید، با تفاهم هم دیگر شما خودشان انتخاب خود کنن، انتخاب خود کنن، ولی معلومات خود از پدر مادر خود میگیرن، به خاطر که تجربه دارن میفهمن، معلومات میگیرن. همین آدم من قدر مجرور رومیا بود که هیچ چیز از این ما نتانستیم که ما کدام چیز رو کشف کنیم، کدام نمره تلفن شما دوستش آشناش یا فامیلش هیچ کس شنا بی خاطر ما هیچ وقت روزی نبودیم که دیگه انسان مجبور رو بیا که هیچ چیزش معلوم نباشه و یا دخترم کدش نکاح کنه، ولی یا مجبوریت ها یا زرچی ها یا قلب بوگدن بوگدن که داشت دخترم
باشه که من میرم توصیه میکنم که اونا میز اگر کنم بس انتخاب کنید یک دفعه میبین فرمیلتان و رستگاهتان مشوره کنید خوبید که یعنی بودم مرد از دایی برای دی خود انتخاب کنید در اسلام همه میگه بس در شریعت اسلامی همه حکم شریعت هم یعنی چیز هست وقتی که کس انتخاب میکنه باید از خانسواری به انواز خانسواری بود خدا فرمیل تکمیل میکنه دوره نامزادی است که در دوره نامزادی یکی دیگه را خود درست بشن و سرکای خصلت عادت و خوشم با هم دیگر مطابقت دارا ندارا کنم تصمیلی در آیندی است در زندگی آیندی شد میتونه باشه یا نباشه گوش کنند برف پدر و مادر خود و برف پدر و مادر خود افتار گفتم و نصیحت من قسم کمیشه گفتیم بازم و میسکید صدای اولاد خود بشنه بله. دانه که دختر مبسته شاید میگفت برم شاید مشکلات خودم میگفت شاید میخواست بگویه نه ولی نگفت بشنوان گپ اولاد خود جدی بگیرن جدی بگیرن خود دیگه شرایط عظیمه است که بسوز و بساز نمیشه زندگی یک بار بر انسان زندگی یک بار بر انسان است اما اولاد خود اگر دوست دارن جگر گوشیشون است اگر میخواین قرآن باشن فکر خود طرف تمام زندگیشون میگیرن مهم است که چند اولاد دارن فکر خود مساویانه طرف کلش میگیرن از وقتی که اولادشان برایشان یک سیگنال میدن فکر کنن همین رقمی که در ابتدا ما گفتم که اگر میخواین که دختر شوهر بگیره دوباره فامیل از والدینش باید دقیق معلومات بگیره با وقتی که دخترش یک مشکل می داشته باشه یا بچهش مشکل می داشته باشه باید بشانه بگویه که ما در ماموریت ناکام موندم ما آرزو دارم که دیگه کسا ناکام نمونه که ما وظیفه گرفتم که ما باید بشینم بر دختر ما یا بخوایم دختر ما بشن که چه مشکل داری که ما گفتم که ما باید از یادم جدا شد ولی مرا فراموش بشد فراموش نشه ببینن صدای دختر خود بشنون صدای اولاد خود بشنون از بچه باشه دختر باشه ببینن چی کنن خیر اگه قدر سادگی کردم اولادشون انتخابم خودشون کردن و گفتی پدر و مادرم خود نکردن خیر باز هم پشت اولاد خود استاد باشن آقای مسکینیار اگر شما بتانین به یک بار دیگه بنفشه جان ببینین برش چی میگین؟ اگر ما یک بار دیگه بنفشه جان ببینم گفته من نیست که گفته خواهرش است که دیگه بنفشه را قایم میگیریم قایم میگیریم میگم بگو تو چی میگی که ما عملت کنیم تو همه که خیر ما که پدرت است و مادرش است تو امر کو معامل تو کنی دختره که بسیار آرزوها را با خود دارد بسیار آرزوها داشت آرزوی ازیر داشت که بچه‌اش مریض بود زیر تداوی بود از ششمگی از سیمگی که زیر تداوی بود این وقتا عملیات میشه دکتر دو وریانت برش پیشنهاد کرد برای دختره که به خاطر بچه‌اش که نمو عبدالمومد بود میفهمید هر روز هر وقت پیش دکتر یک جای میرفت که بسیار عملیات خطرناک را پیشوی داشت که در دوش یعنی چانس زنده ماندن نواسی بسیار کم بود دخترم در فکر بود که چی رقم کنم کدام وریانت انتخاب کنم که دو بچه که عملیات کنم هی آرزو را داشت که بچهش جور شد و صحتمند باشه دخترم آرزو داشت که کمک بشه به دیگران برسه دخترم آرزو داشت که اینجا 25 سال است در اروپا آمده کارم کرد زحمتم کشید دسته رشته تحصیلم کرد یک خانگک داشته باشه یک خانگک بخره داشته باشه ما یک قصه کنم خدا کنه که خارج از برنامه شما نباشه بفرماین از آب در برنامه شماست این ارتباط با شما داره برای آقای مسکینیار قبلگاه شما معلوم است وقتی که اونا با منشان تشریف آوردن ما در یکی از اوتلا بودن ما رفتم دیدنشان همین دخترک ما نزدیک ما خانه داشت برای ما گفت پدر کاکای ما اومده با اونی که ندیده بودن نمیشناختن حتی ما هم دیگر خدا نمیشناختیم گفت پدر گفت خانه ما این کلیمه این کلی خانه ما برای کاکای ما برش بگو که بیای در خانه ما بیان ما میایم که اولادای خود خانه شما همونجا برش همه چیز هست در خانه موتر این کلی موتر این دیگه برش بتین که بگوی که در اوتل پیزنتا نباشه من رفتم این چیزه برای آقای مسکینیار گفتم بر قبلگاهی تان اونا گفتن ما خانه یکی دوست ما یکی از خودی های به نام جگلن سی جگلن رسن که خدا ببخشه چون خدا مغفرت کنه خانه گفتیم ما اوجه می باشد یعنی همیشه در تلاش عظیم بود که چه قسم باید از خدمت کنه کنه بله که ایت ندیده بوده نشنیده بوده نفتر از پروگرام های تلویزیون که اگان فمشیم پدر نام مسکینیار اصلا چی رقم
ماشمار چیزی با اینا چیزی میشه میرفتیم ولی هم خون هستیم یک فامیل هستیم این نیچه بود یعنی دخترم کاش که تو یک امکاناتی می بود که دوباره اگر می دیدیمش یک دفعه دیگه چی کنیم دیگه رفت زیر خاک رفت حالا ما متاسفانه که همه ما را دچار تکلیف کرونا شدیم تقریبا در روز است که نرفتیم شفای آجل براتم می خواهیم شفای آجل سلامت باشین زنده باشین بی جا نخواهد بود که صدای ما را دوستان میشنوند کسایی که با ما غم شریکی کردن کسایی که بر قدم ما شانه دادن کسایی که بر ما پولی در پولی رفتن هم دوستا هم خیشوانده هم قومی ها دوستا هم رسانه ها هم سایت های مجازی همه با ما به شکل از اشکال قدم ما شانه دادن آمدن همینجا بارها آمدن مصاحبه داشتیم برنامه داشتیم و امروز متاسفانه اکثریت اینها پیش از این نگشتن که شرایط خاص است وضعیت کرونا است متاسفانه اکثر از اینها را کرونا گرفته در بستر مریضی است که برای همشان التحاق دعا میکنیم خدا همشان شفا بده خود کلشان شفا بیافند و دوباره سر کار و وظیفه خود برند مذهبشان سپاسگزار است و مذهبشان چی میکنم دوستشان دارم کلگی دعای همه مردم پشتتان است دعای همگی پشتتان است میتونم ولی تشکر از شما زنده باشین اگر باز شما بطور سوالی از ما داشتین در خدمت هستم اگر از دخترم زنده باشین تشکر بسیار زیاد تشکر که آمدین درباره از این داستان صحبت کردین میفهمم که بسیار سخت است هر خدمت هر چی که باشه در کنارتان هستیم اینمی دعای نتان از شما را از کل مردم افغانستان از کل کسایی که میشن شما باور کنین این دعا ما بگویم نگویم دعا پشت دخترم است باور کنین آلمانی ها که دیده بودنش ندیده بودنش آنقدر دعا میکنن همیشه مهربونی میکنن لطف میکنن تا پشت خاریش ها که حالا برین گل میمانن شم میمانن پشت خاری ما را قطار شم مانده بودن که دوستای دیگه ما آمده بودن تلپوری کردن شکر مجسمه جور کردن در تانک تیل بنام دختر ما بسما کردن دیگه همه اگه دعای همه اگه پشتشان است براتون دعا میکنیم برای شما و فامیل محترمتان همه افغانا دعای همه افغانا پشتتان است همه مردم سلامت باشین تشکر میپم خدا شما رو هم نگیرن زحمت کشیدین خواهش میکنم آقای مسکینیار برنامه خودتان است تلویزیون شماست تلویزیون خودتان است زنده باشین سلامت باشین دختر جان گل سلامت باشین سلام را با سلام جدد برای برام تشکر بسیار زیاد تشکر بازم تشکر که میمان برنامه ما شدین شب خوش براتون میخوام میفهم که طرفای شما هم کمک ناوخت است پروا نداره و بازم از شما تشکر از بیننده و شنونده شما که زنده باشین تشکر خداحافظ خداحافظ بر شما هم خود دوستای عزیز میتونین که تکراری برنامه ما را از طریق یوتیوب چنل ما تماشا کنین The Wanna Show بازم تشکر از آقای مسکینیار واقعا بسیار یک قصه بود که بالکل قلب ما را تکه تکه کرد خوب روز شب خوش برای همگی میخوایم خداحافظ